ارتش ایالات متحده آمریکا و انگلیس در سالهای حضور خود در خاک افغانستان بارها و بارها مرتکب جنایتهایی علیه شهروندان غیر نظامی افغانستان شدند. در همین راستا شبکه خبری بی بی سی اخیرا با انتشار گزارشی به بررسی دقیقتر جزئیات جنایتی که موجب کشته شدن 54 شهروند غیر نظامی افغانستان گردید اشاره کرد. همکارم فاطمه موسوی گزارش می‌دهد. شبکه خبری بی بی سی در برنامه تحت عنوان پانوراما گزارشی منتشر کرد و در آن به ماجرای کشته شدن دست کم 54 شهروند غیر نظامی افغانستان توسط سربازان نیروی هوایی ارتش انگلیس پرداخت این گزارش با وحشتناک توصیف کردن شیوه کشته شدن این شهروندان افغانستان بر لزوم تحقیق و بررسی دقیق علت و چگونگی این جنایت و روشن شدن جوانب مختلف آن و نیز محاکمه و مجازات دو نیرویی که عامل این جنایت بودند تأکید کرد. در گزارش شبکه خبری بی بی سی آمده تحقیقات در این باره چهار سال به طول انجامید و مشخص شد که جنرال مارک کالتون سیمی که در زمان وقوع جنایت فرماندهی نیروهای ویژه انگلیس در افغانستان را بر عهده داشته در این جنایت دست داشته است این گزارش همچنین افسود بر اساس تحقیقات انجام شده مشخص شد که بسیاری از مسئولان رده بالای ارتش انگلیس در افغانستان از وقوع این جنایت توسط ژنرال مارک کالتون سیمیز اطلاع داشته اما در برابر آن سکوت کردند و هیچ گزارشی در این باره به مقامهای های خود ارائه نکردند. طبق قانون انگلیس اطلاع یافتن از یک جنایت و عدم اطلاع رسانی در مورد آن به مقام های مافوق خود نیز جرم به شما می رود و فرد خاطی باید محاکمه و مجازات شود. بر اساس این گزارش، در پی روشن شدن جوانب مختلف این جنایت، وزارت دفاع انگلیس تحقیقات در مورد بسیاری از دیگر های ارتش انگلیس به ویژ هایی که شبانه انجام میشد را آغاز کرد تا در صورت وقوع های دیگر به آنها نیز رسیدگی کند. طبق این گزارش این تحقیقات عمدتا به عملیات مربوط به عواسط سالهای 2010 تا عواسط 2013 میلادی مربوط می شود. فاطمه مستوی اخبار شیعه